نرخ تورم سالانه در ترکیه به دلیل گرانی مواد غذایی، هتل‌ها و رستوران‌ها همچنان در حال افزایش است. نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر 64.77 درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود این روند افزایشی در ماه‌های آینده پس از افزایش شدید حداقل دستمزد ادامه یابد. تورم سالانه نوامبر در ترکیه به 61.98 درصد رسیده بود. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. تورم در ترکیه به حدود 65 درصد رسید تا بحران اقتصادی این کشور بیش از پیش نمایان شود. فاتح کاراهان رئیس کل بانک مرکزی ترکیه با ارائه اولین گزارش از تورم سال 2024 اعلام کرد که آخرین نرخ تورم سالانه در ماه ژانویه 2024 به 64.86 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم ماه دسامبر گذشته 64 و درصد بوده است. ترکیه در اولین ماه سال جدید میلادی در بخش بهداشت و درمان 17 و درصد تورم داشته است. هتل ها، کافه ها و رستوران ها نیز تورم 12 درصدی را تجربه کردند. کالاها و خدمات متفرقه هم بیش از 10 درصد افزایش قیمت داشتند. کارشناسان اقتصادی و رسانه های ترکیه چشمانداز ارائه شده یک بانک مرکزی درباره رسیدن نرخ تورم در پایان سال جاری به 42 درصد را چندان قابل اعتماد نمیدانند رئیس جدید بانک مرکزی این کشور روز پنجشنبه 8 فوریه گفت کار برای مهار تورم در ترکیه از طریق افزایش نرخ بهره با قاطعیت ادامه خواهد داشت. کارهان جایگزین حفیظ قای ارکان شد که در ماه جوان به عنوان رئیس بانک مرکزی برگزیده شده بود او اواخر هفته گذشته استعفای خود را در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد و نوشت که قربانی یک کمپین ترور شخصیت شده و برای در امان ماندن از ناراحتی بیشتر خانواده اش استعفا خواهد داد رجب طیب اردوغان در ادامه تغییر سیاست های اقتصادی خود حفیظ قای ارکان یکی از مدیران اجرایی سابق بانک فرست ریپابلیک مستقر در ایالات متحده را به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور منصوب کرد خانم ارکان اولین زنی است که این سمت را در ترکیه به دست آورده و در دوران تصدی وی نرخ بهره از 8.5 درصد به 45 درصد افزایش یافته است اما سیاست های این مدیر بانکی صاحب نام هم در کاهش تورم ترکیه تأثیری نداشت. بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار بحران اقتصادی و تورم فزاینده در این کشور نرخ بهره را دو ممیز پنج دهم ده درصد افزایش و به چهل و پنج درصد رسند اما اکنون بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد در راستای هدف اصلی خود که ثبات قیمت خواست استفاده می کند. تحلیلگران بازار ترکیه معتقدند که این افزایش نرخ ممکن است برای مهار قاطع مشکل طولانی مدت تورم ترکیه کافی نباشد و بعید است که برای کاهش تورم در آینده نزدیک کارساز باشد. اقتصاددانان میگویند تلاش های قبلی اردوغان برای پایین نگه داشتن نرخ بهره علیرغم تورم بسیار بالا به آغاز بحران ارزی کمک کرد و هزینه زندگی را بالا برد و خانواده ها را برای تامین کالاهای اساسی دچار مشکل کرد بر اساس دیدگاه تحلیلگران اقتصادی تورم لجام گسیخته و افزایش لحظه به لحظه قیمت ها و از همپاشیدگی اقتصاد ترکیه ناشی از لجاجت و اصرار بی مورد اردوغان مبنی بر انجام سیاست های اقتصادی او که فاقد مبنای علمی بوده می باشد. سیاست هایی که علا رقم توصیه اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی مورد توجه وی واقع نشد. تا آنجا که کشور به سمت فروپاشی اقتصادی پیش رفت. اما تلاش های وی در حال حاضر نمی تواند اقتصاد فروپاشیده ترکیه را به این زودی ها ترمیم نماید. علی اکبری اخبار شیه